سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. شرم بر کسایی که این برنامه رو نگاه میکنن و این برنامه رو لایک نمیکنن. اوکی، روی یوتیوب هم الان داوود جان اینجا با ما هستن. سلام داوود عزیز. سلام علیکم، خیلی ممنون از لطفتون که ما رو در این برنامه پذیرفتید. مرسی که اومدی داوود جان. داوود جان قرار امروز به ما توضیح بدن که چرا خدا وجود داره. و بچه منم واقعا ببینید سعیمو میکنم یه چیزی بگم، کسی که میخواد بیا ادعا بکنه من سوگیری ندارم یا داره دروغ میگه یا معنی سوگیری رو نمیفهمه. همه ما باید تلاش میکنیم که سوگیری هامون روی ذهنمون تأثیر کمتری داشته باشه. این تلاش رو میتونیم بکنیم، ولی اینکه سوگیری نداشته باشیم این تقریبا کار غیر ممکنیه. خب برای همه، برای من چیزی که به شما قول میدم امروز اینه که من تلاشم رو میخوام امروز زیاد بکنم که واقعا ذهنم رو باز بذارم و با اینکه میدونم نمیتونم سوگیریمو حذف بکنم، سعی میکنم که واقعا ذهنمو باز بذارم که داوود جان امروز ما رو قانع بکنه. من سعی میکنم بپذیرم، اگه واقعا یه چیزی منطقی به نظرم رسید بپذیرم و قولم میدم که من اگه واقعا صادقانه قانع شدم که خدایی وجود داره، یا حتی خدای ادیان رو داره میگم، حالا خدا اگه به مفاهیم دیگه کسی بیاد بگه اونو قبول نمیکنم، ولی اگه واقعا خدایی هم وجود داشته باشه، من اسم کانال و اسم تیممون رو عوض میکنم، عوضش میکنم از جمهوری بی خدایان به جمهوری با خدایان. ولی حالا من نمیدونم صداقت داو جا شما فکر میکنید من واقعا دارم اینو صادقانه میگم یا اینکه دارم ادا در میارم، نظر شما چیه؟ البته نیت والله فکر میکنم ادا در میاری. ادا دارم در میارم. چرا؟ از کجا میگی؟ والله من با توجه به شناختی که از شما پیدا کردم امیدوارم والا دست من ناراحت نشین، ولی به نظر من شما یه ماموریتی رو دارید اجرا میکنید. من فکر نمیکنم شما در کار خودتون به اصطلاح دارید یک وظیفه ای رو انجام میدید. براتون مهم نیست که درست یا غلطش، مهم نیست. شما اومدید شما ثابت کنید ماست سفید سیاهه، شما امکان نداره قبول کنید. مگه اینکه میدونید چون هدایت یه موقع میبینید واقعا خداوند به یه نفر لطف داره و یه برنامه‌ای بوده و امکان داره، نمیخوام بگم، ولی با این وجود به نظر من شما حتی آتئیست هم نیستی، یعنی به نظر من شما یه ماموریتی داری اجرا می‌کنی، اونم خوبه، نه اینکه بگم بده، ولی فکر نمی‌کنم که شما اصلا در یه مقامی باشی که چیزی رو قبول یا رد کنی. شما یه چیز از قبل تعیین شده رو که گفتی سوگیری نداشته باشیم، شما سوگیری داری اون رو اجرا می‌کنی. ماموریت یعنی منظور از ماموریت اینه که از یه جا برامون دستور اومده از یه جایی؟ بله به نظر من اون. آره میگم چه چیزی. از کجا؟ والله خوب من یه عقاید خاصی دارم در رابطه با این حزب دموکرات آمریکا. به نظر من حزب دموکرات آمریکا نمیخواد بذاره دیگه کاسیوس کلی تبدیل بشه به محمد علی، و به حضور شما عرض کنم که سرمایه گذاری کردم 50 ساله و آتئیستا در دو شعبه به اسلام حمله بر شدن، یکی در به اصطلاح لباس آخوند و ملا و اینها یا آتئیستای ملا نما و یک آتئیستای مثل شما، اونا پاس میدن شما هم آبشار میکوبی. شما دو گروه اومدید که به اصطلاح اسلام رو و عقیده های خدایی رو به طور کلی نابود کنید. غرضشون هم کلا این حزب دموکرات آمریکا اینه که جنگ رو بندازه. اینا یک انسان‌های جنگ افروزی هستند و میخوان کل جهان رو به اختشاش و نابودی بکشن، و اینم من میتونم ثابت کنم اصلا. ولی به هر حال الان شما یه سوالی کردید جاش شاید تو این برنامه نباشه، منم صادقانه پاسخ دادم که نه به نظر من شما مأمورید، شما نه چیزی رو میپذیری نه قبول میکنی نه رد میکنی، شما داری وظیفت انجام. من حالا نظر شما اشکال نداره، دوست داریم بشنویم. بعد وقتی که ما ماموریم، مامور آگاهانه یا ناآگاهانه، یعنی مثلا من میدونم که مامور دموکرات ها دارن به ما مثلا پول میدن و ما به خاطر این داریم فرمانشون اجرا میکنیم، و این آگاهانه است یا ناآگاهانه است؟ یعنی من خودم نه آگاهانه است، به نظر من آگاهانه است. اوکی. بعد میگی من خودم آتئیست نیستم، یعنی شما میگی که من خودم شخصا به نظر شما قانع میدونم که خدا وجود داره ولی دارم دروغ میگم به مخاطبینمون؟ نه شما اصلا اهمیتی به این چیزا نمیدی، یعنی شما نه به آتئیست اهمیت میدی نه به خدا اهمیت میدی نه به ضدش اهمیت میدی، شما تو این مایه ها نیستی. یعنی من در شما
یک همچین چیزی نمیدونم که دغدغه آتئیست بودن یا تئیست بودن در شما نمیبینم. بعضی دوستان دیگه که اینجا صحبت میکنم من دغدغه درشون میبینم، واقعا دغدغه داره. ولی شما به نظرم دغدغه، شما اومدی به ثابت کنی ماست سفید سیاست، چیز دیگه ای نمیبینم در شما. حالا ماموریت، حالا انشالله که من اشتباه کنم، حالا انشالله که من اشتباه کرده باشم، حالا من انسانم و جایز الخطا. حالا اگه مامور هستیم، ماموریت ما احساس میکنی خوب دارم انجام میدم یا خوب انجام نمیدم؟ به معنی مامور عالی. عالی، اوکی، عالی. خب پس 21. اوکی، خب پس دموکرات هایی که من دارم براشون کار میکنم لطفا حقوق من رو افزایش بدید. من میگم افزایش بدم. من به نظر من شما بهترین کارمندین برون، وظیفتون رو به نحو احسن دارین انجام. باشه، به نظرتون واقعا لیاقت من این نیست که هر چی دارم برام میفرستم و دو برابر بکنن؟ حداقل باید دو برابرش کنن، درسته؟ هر چی بخوای باید بدن، شما وظیفتو داری درست انجام میدی. اوکی، خب چالی، پس ببینید چه مهر تاییدی هم گرفت. البته من یه چیزی بگم، بچه‌ها توی چت خیلیاشون دارن میگن که شمایید که مأمورید که من با اون مخالفم. من تصورم برای من، حالا نیت خونی خیلی کار سختیه، ولی من حدسم بر اینه، اگه بخوام حدس بزنم، که شما واقعا صادق، هم صادقانه به چیزایی که دارید به ما میگید اینجا باور دارید، و هم با این که من فکر میکنم که باورهای شما به نفع جامعه نیست، من حدسم بر اینه که نیت شما نیت پاک و خوبیه. یعنی شما هدفتون افزایش بهسیستی در جامعه است. من تصورم برای شما بر اساس همین حرفایی که با هم زدیم اینه که شما نیت خیری دارید، با اینکه روشتون با روشی که من ازش تبلیغ میکنم استفاده فرق داره، من فکر میکنم روش شما مفید نیست، ولی به نظر من هدف مشترکی داریم. شما هم دغدغه‌تون اینه که مردم زندگی بهتری داشته باشن و آینده بهتری رو برای جهان میخواید. برای همین فکر میکنم شما، برای همین من شما رو آدم خوبی میدونم، با اینکه نتیجه‌تون رو قبول ندارم شما رو آدم خوبی میدونم. من خواستم بگم این نکته‌ای که آناود میگه نکته خیلی جالبیه. به نظرم یه بحث راجع به اینه که دوست داشتش بذاریم که حزب دموکرات آمریکا داره همچین کاری میکنه و اینا، یه شواهد این موضوع رو بررسی بکنیم و اینا، بعدم نمیشه. آره، اون دوست دارین داوود جان اینو یه روز بگم. شواهدش خیلیه. یعنی من میتونم اینجوری لیست کنم برات شواهدش، خیلی خوبه. شواهدش رو کاملا میتونم براتون لیست کنم. ده ها مورد هست که نشون میده که حزب دموکرات آمریکا واقعا شیطان تصرفش کرده. و اون یه چیزی بود، یه فیلمی میذاش تاله نحس که تو کانال رو من گذاشتم، این کانال خودم هم گذاشتم، تاله نحس. واقعا محقق شده این حزب دموکرات آمریکا واقعا یک حزب شیطانیه و خدا به داد مردم برسه، اینا میخوان مردم رو به طور کلی نابود کنن. این خیلی جالبه. این بذارید این بحث رو بذارید، من در خدمتم ادله ای میارم که امکان نداره شما قبول نکنید. به همه هم خودتون هم همین الان هم میدونید، یعنی فکر نکنم چیزی باشه که از پنهان باشه.